تخمک کوچیک در لوله فالوپ حرکت میکنه. بارداری تنها زمانی میتونه رخ بده که تخمک با اسپرم در طی 24 ساعت آینده بارور بشه. در غیر این صورت تخمک به پایان راه میرسه و پنجره بارداری برای اون ماه بسته میشه. در همین حال فولیکول خالی شروع به آزاد کردن پروژسترون میکنه. هورمون دیگه‌ای که به پوشش داخل رحم میگه، خون و مواد غذایی رو به منظور آماده سازی برای رشد یک تخمک بارور شده که شاید اونجا جا گرفته باشه پمپ کنه. اگه تخمک بارور شده توی رحم نباشه، چند روز بعد سطح هورمون‌های استروژن و پروژسترون کاهش پیدا میکنه و این به این معناست که رحم جمع کردن خون رو متوقف میکنه و شروع به ریزش بافت پوششی میکنه و در نهایت خون ریزی شروع میشه. خون و بافتایی که از بدن خارج میشن قاعدگی رو شکل میدن. رحم میتونه برای پاک کردن محتویات استفاده نشده تا یک هفته زمان صرف کنه. بعد از این چرخه تازه از نو شروع میشه. خیلی زود بعد از این تخمدان‌ها دوباره شروع به ترشح استروژن می‌کنند و بافت پوششی داخل رحم دوباره شروع به زخیم شدن می‌کنه و برای جاسازی یک تخمک بارور شده یا دفع تخمک آماده میشه. هورمون‌ها به طور مداوم این فعالیت‌ها رو با به گردش درآوردن مقادیر مناسب درست توی زمان مناسب کنترل می‌کنند. این چرخه ادامه پیدا میکنه و هر روز و هر هفته رو تبدیل به یه نقطه عطف در طول یک دوره میکنه تا به سمت بارداری و یا یک قاعدگی بره. اگرچه به نظر میرسه که این چرخه مثل ساعت دقیق کار میکنه، اما تفاوتهایی هم وجود داره. زنون و بدنشون منحصر به فردن. چرخه قاعدگی توی زمانهای مختلف در ماه رخ میده. تخمک گذاری توی نقاط مختلف توی این چرخه صورت میگیره و برخی از افراد قاعدگی هایی طولانی تر از بقیه دارن. حتی زمان شروع و پایان برای قاعدگی در زندگی زنان متفاوت فرق داره. به عبارت دیگه تفاوت بین قاعدگی آدم های مختلف طبیعیه. درک این تفاوت ها و یادگیری در مورد این فرایند ماهانه میتونه زنان رو توانمند کنه و به اونها ابزاری برای درک و مراقبت از بدنشون بده. به این ترتیب اونها میتونن به عاملی برای تبدیل این چرخه کوچیک به چرخه بسیار بزرگتری از زندگی بدل بشن.